خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. امروز گویا روز اول ماه محرمه، یعنی روزی است که در طول تاریخ شیعه در ایران روزخانها و این مله‌های همیشه منتظر فرصت بره کشانشونه در حقیقت، و در این ماه و شاید ماه بعدیش برای تسخیر مغزهای گنجشکی و برای پر کردن جیب‌هایی که بسیار بزرگ و طویله در مورد کربلا صحبت میکنه، در مورد شجاعت های امام حسین 72 تن و اینی که امام حسین میدونست در این جریان کشته میشه. داستان های بسیاری اینها در مورد کربلا و سرزمین کربلا ساختن که همه شما چه در دوران جوانی و بچگیتون و چه حالا هنوز اون داستانا رو با شاخ و برگ زیادتر و زیادتر میشنوید. متاسفانه در هیچ زمانی از تاریخ ما که من چون واقعا به این مسائل زیاد وارد نیستم، حالا براتون شرح میدم که این برنامه امروز ما چرا یه برنامه فوق‌العاده است. در تمام دوران بعد از صفویه ما کسانی رو خیلی اندک البته نداشتیم که از ترس این مله‌ها و روزخانه‌ها، به جز فقط زمان رضا شاه، اینا بیان و برای مردم تشریح کنن که آیا واقعا صحنه‌ای به نام کربلا و مبارزه امام حسین با قوای نمیدونم حرمله و یزید و شمر و اینا وجود داشته یا نه. ولی در 42 سال استقرار جمهوری اسلامی ما دیدیم بله، یعنی این کسانی که همیشه طرف مظلوم بودن خودشون ظالمترین، جنایتکارترین، ددمنشترین و دوستترین آدم هایی بودن که ما رو آدرس غلط به اون میدادن. این انقلاب آخوندی سبب شد که 5 میلیون نفر، الان شاید 7 میلیون ایرانی از ایران فرار کردن و آواره دنیا شدن. من اولین بار، اینو باور کنید، اولین بار موقعی که این ماهواره ها آمد و این جریان تلویزیون ملی ایران، این آقای به اصطلاح آتابای راه افتاد، من اولین بار چشمم به یه برنامه افتاد که در اون برنامه استاد مشیری راجع به دین، راجع به خرافات و خصوصا راجع به کربلا و علی و حسین و حسن و این امامان شیعه صحبت کرد. نه من، میلیون ها نفر در ایران و در خارج مشتاقانه برنامه های آقای مشیری رو نگاه میکردم. خب و من تازه در اون زمان بود که حرفایی به گوشم میخورد که در طول زندگیم که خیلی هم طولانیه هرگز این چیزها رو نشنیده بودم، با منطق قوی، با سند و با مدارک متقن تاریخی. خب برای اولین بار یه آدمی این شجاعت رو به خرج داد که بدون ترس، بدون بیم، بدون اینکه از جانش بترسه، آمد جلوی دوربین تلویزیون که خیلی تاثیرش بیشتره تا رادیو، تا نوشته، و راجع به شیعه، شیعه‌گری و امامان شیعه صحبت کرد.
امروز بنا به روایتی شروع ماه محرمه و من مناسب ترین کسی رو که به اولا به استادی خودم قبول دارم، استاد مشیری رو، که بیاد و راجع به کربلا، راجع به دروغگویای آخوندا و اصولا راجع به شیعه‌گری صحبت بکنه، من فکر میکنم هیچ کس رو دست آقای مشیری نیست. و به همین دلیل بسیار شادمانم که از استاد مشیری دعوت کردم و ایشون به من منت گذاشتن و امروز در برنامه من حضور پیدا کردن. استاد مشیری خیلی خوش آمدید و خوشحالم که در برنامه امروز ما هستید. درود بر شما و درود بر بینندگان و هموطنان محترم. من رو خجالت دادید آقای فرجی عزیزم. خیلی خوشحالم شما رو میبینم. مدتی دو سه سالیست که ما جمال شما رو ندیده بودیم. امروز من خوشحالم و مفتخرم در خدمت شما هستم آقای فرجی. سپاسگزارم آقای مشیری. من همیشه برنامه شما رو گوش میکردم، چه از آلمان و چه اینجا، و گوش میکنم. در یکی از برنامه ها شما اشاره خیلی جالبی کردید آقای مشیری، و من دوست دارم ضمن صحبتهایی که، یعنی من نه، همه علاقمندان شما، ضمن صحبتهایی که راجع به کربلا و محرم و اینها صحبت خواهید فرمود، راجع به این موضوع هم اشاره کنید. شما در اون برنامه‌تون گفتین این کسانی که در ایران ذوب این مسئله شیعه‌گری هستن، عاشق قبرن، بلند میشن میرن کربلا، میرن نجف، میرن نمیدونم، بله بله، قبر پرستی، بله، روی بقی میرن نمیدونم سوریه، برن سر قبرها و زیارت کنن. و بله، این قبر پرستی شده یکی از به اصطلاح اصول شیعه. این بله، گفته شما بسیار دلچسب بود و با دلایلی که همیشه شما میارین و بقیده من بحثی راجع بهش نیست، خیلی بحث جالبی رو راجع به این قبر پرستی شیعیان صحبت کردی راجع بهش، که من بسیار علاقمندم که ضمن صحبت‌های امروزتون به این موضوع هم اشاره بکنید. بفرمایید. حتما عرض میکنم خدمت سرکار در باب این قبر پرستی. من دارم روی مغالطات اسلام که یک چپتر خیلی خیلی مهمی از کتاب مغالطات خواهد بود، در اونجا هم صحبت، و اینکه اعراب پیش از اسلام رو جاهلیت میگفتن. ما رفتیم هر چه ریسرچ کردیم چیزی از جاهلیت ندیدیم. سهل است که دیدیم که آقا جاهلیت رو اسلام آورده. یعنی ضمن اون که بزرگترین شخصیت های اسلامی زاده شده در دوران جاهلیت هستن، از خود محمد بگیرید تا حمزه و ابو عبیده جراح و خالد ابن ولید و عثمان و عمر، همه این از جاهلی هستن. و دیدیم ما در واقع، حالا از موضوع منطقه اون قضیه میگذاریم، ما ایرانی ها به همون شیوه عرض کنم که روزگار جاهلی چیز میکنیم، یعنی میشه ما رو متهم کرد به این کار، به حالی که اونا صادق‌تر بودن و در فضای مکه و مدینه اون روزگار یک آزادی دینی بوده. اینا رو متهم میکنن که اینها چون بت داشتن اینا کافر بودن و خونشون حلال بوده، ولی در حالی که این اعراب میدانستن و انقدر عقل داشتن که از این دست این بت ها کاری نمیاد. اینها یه امر ملموسی رو میخواستن که در واقع جسمانی باشه و این نمایندگی کنه یک پدیده بالاتر الله مدینه و از این حرفا. حالا این رو داشته باشیم، میام سر کار خودمان و موضوع قبر که فرمودید. یک واقعه خیلی خیلی غم انگیزی که داره میفته این است که هر جا جنگلی دست نخورده، هر جا یک کوهی مرتفعی که میشه بعد دست پیش پیدا کرده هست، ابتدا یک صندوق میگذارن، یک چیزی میگذارن، بعد رفته رفته یک دو تا کلبه چیزی اطرافش، و بعد یک امامزاده میسازن به وجهی که من گمان میکنم از 35,000 افزون شده این قبرها. بله. و عرض میکنم که در اسلام
شما فقط مسئولیتتون در مقابل خداست و دو تنه اصلی اسلام که اهل تسنن بهش اعتقاد دارن خداست و قرآن. حتی محمد هم اهمیت نداره، چون همین وهابی ها که از ابن تیمیه گرفتن این داستان ها رو میگن آقا این چون پستچی بوده، پستچی که مهم نیست، ما به پستچی که احترام نمیذاریم بیاریمش بالای خونه بنشانیم، این محمد یه پستچی بوده، قرآن رو از طرف خدا آورده. بنابراین تنها دو چیز مقدس در آیین بسیاری از اهل تسنن خدا هست و قرآن. حالا ما به اونش هم کار نداریم که کل قضیه جعله، حالا بماند، ولی میگن خدا و قرآن. بسیار خوب، پرستیدن بت بده، درست، و پرستیدن بت در قرآن چه نفی کرده و انکار کرده و اینها رو بعد در بابشون سخن گفته و اینها ببانید. یعنی اسلام علل اطلاق علیه بت پرستی بوده، شمشیر کشیدن، اینا بت های اعراب خرد کردن زدن، تمام در واقع این یک پار، این تلونی که در نگاه به دین بود در عربستان، که زرتشتی ها اونجا بودن، که هندوها اونجا بودن، که یهودی ها اونجا بودن، مسیحی ها اونجا بودن، نستوریان اونجا بودن، اینا رو به شمشیر پاک کردن، همه رو مسلمان کرد. خیلی خوب، این اسلام دیگه. خب ما ایرانی ها آمدیم چه کردیم؟ آمدیم و عرض کنم که این داستان و خدا و محمد رو فراموش کردیم، یک شعبه زدیم که دین و تقدسش توسط عرض کنم که علی پسر ابو طالب، نه محمد فرستاده خدا به قول خودشان، ادامه یافته. دوازده امام، چهارده معصوم و اولاد اینها، بله؟ یعنی ما این ترغیب رو اتخاذ کردیم. حالا اگه بخوایم سابقه تاریخیش رو بگیم و گرایش های پیش از عرب رو بگیم، اون داستان طولانی میشه. اما آمدیم هر جا یک چیزی ساختیم، یک دم و دستگاهی ساختیم و قبر پرست شدیم، یعنی دست به دامان قبر شدیم، پرستش قبر. همین داستانایی که شما بهش اشاره فرمودید، حالا بزرگترینش امام رضا است و بعدش قم هست و حضرت عبدالعظیم هست و در شیراز چگونه هست و در کاشان چند تا هست و اینها، این در واقع قبر پرستیه. یعنی اگه شما اگه نگاه اسلامی بهش نگاه کنید، یک نوع کفر و زلاله. یه بابای آمده اینجا و برای حکومت آمده و گفتن امام هشتمه، و اولا اگه ایشون امام بود و امامتش مقر بود و معتقد بود که نمی آمد، ولی عهدی مأمون رو به عهده بگیره و اونجا بشینه که اون بمیره، این بشه شاه خراسان یا شاه ایران. و خود این در واقع قبر پرستی و آویختن به قبر، به نوعی در واقع فراموش کردن کرامات الهی دیگه. یعنی ما فلسفه اسلام نگاه کنیم، میگه همه چیز از اوست، بخشایش از اوست و خلقت از اوست و همه چیز به دست اوست. بنابراین از نظر اهل تسنن و از نظر یک آدم عاقل هم که نگاه کنه، این همون که اشاره فرمودید، این قبر پرستی است و متاسفانه در حال توسعه است این قبر پرستی. و ما نفهمیدیم که اگر انسان زنده باشد میتواند منشأ اثری باشد، اما زمانی که فوت شد و مرد، دیگه منشأ اثر و منشأ حرکت و منشأ معجزات و کرامات نمیتواند شد. این قبر پرستی هم خاص ما شیعیان هست. یه وقتی ما با هند روبرو شدیم با چند تا مسلمان هندی، و من گفتم این داستان برای دوستان اینجا عرض میکنم، پرسیده بودم اینا چه گونه مسلمانانی هستن، گفت اینا حنفیان. ما وارد شدیم، گفت آقا شما چه مسلمانی هستید؟ ما حنفیه. گفت خدا رو شکر که شیعه نیستی. و یکیش گفت که جماعت شیعه لا یتکلم الا بالغرض، یعنی شیعه حرفی نمیزنه مگر غرض عمره. یکی دیگه گفت کلهم یعبدون قبور، همشون پرستندگان قبر هستن. متشخصین، یعنی ما رو این گونه میشناسن شیعه رو. و این در حال گسترشه. یک آقای استاد دانشگاه نمیدونم خراسان آمدی که در جلسات ما گفت که به من زنگ زد، خودش هم معرفی کرد، آمد از باب مادر مأمون و این چیزا صحبت کرد که شما میدونید مادرش کی بوده، یعنی همچی سوالی از ما کرد تاریخی.
گفتم آقا برای چی؟ گفت ما اگه اینو ثابت کنیم یه جایی قبری پیدا کردیم در خراسان، اینو منتسب میکنیم به اون، یه پول زیادی هم میگیریم برای ساخت و سازش. منظور عرضم این که حتی کسانی هم که در دانشگاه تدریس میکنن، این که عرض کنم حقایق امور رو درس بدن، حقیقت تاریخ چیست و حقیقت انسان چیست و ما وظیفمون چیست اینها. و یکی میخوام خدمت شما این مطلب رو اضافه کنم که یکی از تکالیف مهم ما ایرانیان دوستی وطن بوده. این شاهنامه بزرگترین نمانده شه. تکلیف دوستی وطن، تکلیف در واقع غمخواری برای هموطن و هم نوع، اینها در تعلیمات قدیم بوده. از سبت که به مزدی که این اسلام پاش گذاشت و تکالیف الهی انقدر زیاد بود و خدا انقدر حضورش بودن بود که ما اصولا مسلمین به طور عموم و ما علل خصوص، چون غیر از تکالیف الهی و مطالب قرآنی و غیره تکالیف دیگری آمد با همین قبر پرستی، مثل همین تکلیف عرض کنم که گریه و زاری بر دوازده معصوم و دوازده امام چهارده معصوم و تکالیفی که شیعه برقرار کرد. یعنی ما به طور کل از خود غافل شدیم، خود رو گم کردیم و هیچ تکلیفی، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به ایران و سابقه تاریخیش، هیچ دلسوزی ما نداریم برای فجایعی که در کشور ما افتاده و نامی برای اون روزها نداریم و در تقویم نداریم. آقا حمله مغول رو ما در تقویم نداریم، روز حمله عرب رو در تقویم نداریم، روز کشتار نشابور رو که این دهمین بار است من اشاره میکنم، قریب 800 هزار هموطنان ما به قتل رسیدن به دست مغول ها، ما در تاریخ ما نیست. یعنی همه تکالیف دنیوی و قضایایی که مفید بود به حال ما و در تقویت هویت ملی و همبستگی اینها اهمیت داشت، هیچ کدوم ما نمیدونیم. در واقع ما نمیدونیم که ابو مسلم خراسانی یادبودی داره نداره، ازش یاد میکنیم نمیکنیم، یعقوب لیث چی شد، این بزرگان ما آیا روزی برای بزرگ داشته اینها هست که نیست، البته نیست. بنابراین ما یک سره به خرافه افتادیم و زیانهای عمده دیدیم. شما یه اشاره فرمودید به قضیه آخوندها زمان رضاشاه، من میخوام نادرشاه و کریم خانم اضافه کنم و سه شاه را من اینجا اشاره کنم که اینا چون خودشون یا آخوند شدن یا آخوند نزدیک شدن، این سه شاه مملکت را دست دادن. یکی شاه سلطان حسین بوده، بله، که خودش آخوند شده بود تقریبا، که اینها به جای دفاع از اصفهان نخود آش میپختن، 100 هزار تا نخود هر یکی 500 تا قل هو الله بخوانن، اینطور شده بود خرافی. یکی فتح علی شاه بوده، یکی مرحوم شاه خودم. یعنی در واقع اینها از شبت که عوضی که اینها رو برانن از صحنه سیاست و دخالت در امور، به اینا میدان دادن که آمدن. و امروز کشور ما، من یه تکه آوردم اینجا، آیت الله زنجانی رو شما میشناسید آقای حسین خان عزیزم، حسین، این آقای زنجانی یک آدمی بود، سید رضا زنجانی، بله بله، این شخصی بود که حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری رو صادر کرد. بله. این مرد عرض شود که در سال هزار و در واقع 14 سال قبل از شروع مشروطه به دنیا آمده. در باب این آخوندهای شیعه در کربلا و این سو اون سو که صاحبان قدرت بودن، آخوندها در اختیار اینها بودن، یه مطلب کوتاه اگه اجازه بدید من میخونم خدمتتون، بعد در خدمت شما هستم حسین جا. آقای فرجی میگوید که خب حالا ببینید، میگوید که عنوان قضاوت و تنظیم اسناد و معاملات مردم را که سرمایه بزرگ دخل و نفوذ و اغلب وسیله رشوه و دادن ناسخ و منسوخ و جعل اسناد و ابطال حقوق مردم و ویران کردن خانه ها و برباد دادن ناموس ها و آواره کردن ایتام و بیمارها کردند، شغل اختصاصی این لباس گردانیدن. هر کس که ملتبس به این جامعه گردیده خود را روحانی نامیده، بی اینکه مرکزی باشد که در آنجا لیاقت علمی و عملی و اهلیت قضا و افتاء معلوم معین شود. لیاقت را فقط شرط به داشتن این جامعه و گرد آوردن چند نفر چماق زن گردن کلوف
بیکار بیشرم قرار داده. نگاه کنید به پاسداران، اگر میخواهید که گردن کلفت بیشرم واقعا نگاه کنید که این آقا نمیدونم 50 60 سال قبل گفته، نگاه کنید به این پاسدارا و بسیجیا، اینا همونان. ببینید و گرد آوردن چند نفر آغزن کلوف گردن بیکار بیشرم قرار داده در یک شهر و ولایت، در هر گوشه هزار مصدر قضاوت و مرجعیت اسناد و معاملات انداخته و هر نالایق خود را دخیل کار مردم ساخته، فقط و فقط با دخل و رشوه، مگر بسیار بسیار نادر اسناد درست میکنند و به ضد یکدیگر حکم حقانیت و بطلان طرف دعوا میدهند، با هزاران وسایل بهیله مردم را به جان یکدیگر میاندازند، یکی را مدعی دیگری را مدعی علی و جمعی را از خود شهود میسازند، از اطرافیان و شریکان دخل برای مردم بیچاره مدعی میتراشند، خانه ها ویران می شود، مال ها برباد می رود، غالبا شریک یک ظالم که به نام حاکم یا هر اسم قوه مجریه شده گردیده، این با لباس روحانی برای مال ایتام و ضعفا و بیچارگان سند و حکم می سازد و اون با زور شمشیر و تازیانه مأمور مجری می داره. یعنی می گوید که این دو گروه با هم، این از اون سقارت می کرد، دیکتاتور از اون سقارت می کرد. حالا ببینید اوضاع احوال ما رو که اینها دیکتاتور شدن، یعنی همین دزدان آخوند که میگوید چماق زنها و گردن کلفتها و بیشرفها رو تحریک میکردن و به فرمانشون بودن، حالا برای مثلا نشست. حالا برمیگردیم سر عرض میکنم که داستان همین کربلا، اگه شما سوالی دارید بفرمایید تا من ادامه بدم. آقای استاد ماشیری، من به صحبت های شما این موضوع رو اضافه میکنم که اگه خاطرتون باشه الانم در عربستان این مرسومه دیگه، حتی پادشاهان عربستان که با این کپکپه و دبدبه میان میرن و نمیدونم این همه پول در اختیارشونه، وقتی که اینا میمیرن حتی یه قبر معمولی هم برای اینا درست نمیکنن، یعنی همینطوری مثل دیگران اینا رو خاطرتون کنن. خواستم در تایید شما بگم که اونام شما ببینی قبر خمینی رو برای چی کار کردن، میلیاردها دلار خرج کردن، تمامی اون محوطه رو برداشتن، بهترین سنگا رو از ایتالیا و جاهای دیگه آوردن برای اینکه برای آقای خمینی قبری بسازن که به قول خودشون در تاریخ بی‌نظیره، در حالی که شما فکر کنید مردم در گرسنگی دارن به سر میبرن اینا. حالا این مسئله رو میخواستم، ولی این جالب، من میخواستم پیشنهاد بکنم استاد مشیری که اولا شما محبت بکنید در این برنامه من هر جوری که مایل هستید، هر زمانی که دوست دارید بگید که فقط من اعلام بکنم. بیایم یه اشاره‌ای بکنیم به اون جانبازانی که آماد، اون سرداران بزرگ ایرانی که شما اسم بردید و بیشتر ما هم میدونیم، ابو مسلم خراسانی، بسیاری از اینا که من حالا نمیخوام اسامیشون رو پشتم بگم، راجع به اینا صحبت بکنیم که این نسل جوان ما بدونن بعد از حمله تازیان، بعد از حمله مغول‌ها، بعد از این همه بلاها که از عثمانی و نمیدونم تزارا و جمهوری سوسیالیستی روسیه و انگلیس و اینا سر مردم ایران آوردن، کسانی بودن که با نثار جان خودشون برای باقی موندن ایران و نامش و بودن یک آزادی هایی که مردم ایران سال هاست از قبل از مشروطیت طالبش رو، از زمان ساسانیان و بعد شاید جلوتر، راجع به اینا یه تاریخچه اگر شما موافق باشید. بله. ببینید، اجازه بدید به مسئله مهمی که اشاره کردید، در مکه و مدینه به خصوص قبرستان بقیع پر قبر بود این مدینه، بعد یک جایی بود اگر دوستان بروند و به گورهای 1915-1918 میلادی نگاه کنند میبینید عکسشون هست، گنبدهای بزرگ برای جعفر صادق و برای عبدالله پدر محمد و اینا پر قبر، هر جایی آدم بزرگی میمرد که معتقد بود اونجا قبرستان شد، اینا بولدوزر آوردن همه رو صاف کردن، سیمان صاف شیک و مرتب، اما یه گوشش رو گفتن خب هر که میخواد قبرستان بقیه بمیره، اینو من شنیدم، اشکالی نداره مثلا 50,000 دلار بده ما میاد قبرستان بقیه وجود نداره، اینا سیما یه جای چیز کردن، میریزن مرده رو میندازن بعد اسید میریزن روش، ظرف دو سه روز یعنی اون جسد از بین میره، دوباره پولی بگیرن که بذارن، تمام قبرستان ها رو براندازی کردن،
حتی قبرستان عبدالله، قبر جعفر صادق و سایر ائمه که اینها یه گنبد رو بارگاه تشکر صاف کردن به جهت در پیرو همین راستا و سخن ابن تیمیه و بسیاری از علما که آقا این قبر پرستی یک نوع بت پرستی است، اینا براندازی کردن. شما نمیبینید که قبری ساخته بشه. این یکی مطلبی که اشاره فرمودید یک مطلب خیلی خیلی مهمی است آقای فرجی عزیز، و اون این که بعضی گمان میکنند به معنی که اعراب رسن وارد ایران شدن گفتن بفرمایید آقا همه اینا مملکت، نه اینطور نبود. ضمن آن که سلسله ساسانیان سقوط کرد از سپانه و یزدگرد هم که حقیقتاً فردوسی در شأن او قلم را گریانده، اینها جوانی بود آخرین مقاومت که بعد گریخ و در مرد در یک آسیابان او را کشت. خب اینا تقریبا حدود 30-40 سال طول کشید تا بتوانند که به ماورانهر اینا برسن، یعنی این نبود که اینا رسیدن تمام شد. و بعد ایرانیان مقابل اینها ایستادگی کردن. بچه های ایران بدانن که مقاومت های فرهنگی بوده، مقاومت های قهرامیز بوده، و عرض کنم اینا از شعوبیه آغاز میشه. یعنی ما اینو من توی سخنرانی دیگرم گفتم، یعنی وقتی که حکومت از امویان، ببخشید، از همین چهار خلیفه اول خلفای راشدین رسید به معاویه، این یک پادشاهی درست کرد به تقلید از پادشاهی ساسانی و گفت آقا ما کشورگیر بودنمون اینها مدیون عربیت ماست، و نژادی کرد کار رو، یعنی داستان اسلام گذاشت کنار و گفت این خون و سرشت عربی بوده و دلاوری ما بوده که این کشورها رو گرفتیم و چنین و چنان، و نجات پرستانه با ایرانی رفتار میکردن، یعنی ما رو نوکر و موالی میگفتن. داستانش خیلی حزین رفتاری که داشتن که تا حتی زمان عباسیان هم ادامه یافت. اینا که به ایرانی شما زن نمیدهید، از اونها زن میگیرید، این موالی هستن، اینا رو در خط اول جبهه میذارید، از غنیمت به اینها چیزی نمیدهید، هر جای عربی هست در مجلس این باید سر پا بیسته، این طور تحقیرها در حق ما روا میداشتن. توجه فرمودی؟ بنابراین گروه اول شعوبی هستن که به دستاویز یک آیه قرآنی گفتن نه چنین نیست و جستجوگر تفضیل عجم بر عرب بودن. در واقع عجم ابتدا هر غیر عربی را عجم میگفتن، اما خیلی سریع اختصاصا ایرانیون را عجم میگفتن. وقتی میگفت سعدی یکی از ملوک عجم، یعنی یکی از پادشاهان ایران زمین. بنابراین شروع شد عبدالله ابن مقفع، این مرد بزرگ نابغه که میگوین هیچ کس در تاریخ قلم ابن مقفع رو نداشت، پدرش رو هم که ایرانی بود و زرتشتی بود، حجاج ابن یوسف شکنجه کرده بود، دستش دوچار لغره شده بود، بهش میگفتن مقفع. مقفع به این معنی است، ابن مقفع یعنی پسر مقفع، پسر کسی که دستش علیل بوده. اینها کسی بود، ایشان آمد با ترجمه آثار ایرانی شروع کرد، یعنی ترجمه شاهنامه که اون زمان خدای نامه گفته میشد، و ترجمه کلیل و دمنه و آثار دیگر، و همچنین نوشتن آثار به عربی مثل ادب صغیر و ادب کبیر به کتاب های دیگه اینا رو. و اینا یک جنبش ایدئولوژیک بود در واقع در برکشیدن ایران زمین و مفاخر ایران زمین و بزرگواری های پادشاهان ایران زمین. اینها این یک دور است، این یک دور است. بعد از این دوره در واقع مبارزات قهرامیز هست، مثل که آگهی دارن، اجازه بدید پخش کنن در خدمتتون هست. آقای منشیری، استاد منشیری، میدونید که باید یه آگهیایی وسط برنامه. بله منم ساکت شدم، دیدم این چیزی که امیر گذاشت، این نوشته رو ببینیم، برگرد میشیم تا امیر جان آگهیش رو پخش کنیم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود، وشی پرداخت نخواهید کرد.
بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. جی‌ال‌وی‌زی شدن به همین راحتیه. وقتی دوست داری همه رو با کسب و کار با کیفیت خودت آشنا کنی، جی‌ال‌وی‌زی بهت کمک می‌کنه که تبلیغات هدفمند انجام بدی. با این تبلیغات مقرون به صرفه می‌تونی بازار هدفت رو انتخاب کنی و مشتری‌هات رو با خودت آشنا کنی. پس هوشمند باش و تو جی‌ال‌وی‌ز تبلیغ کن. موفقیت با تبلیغات در جی‌ال‌وی‌ز به همین راحتیه. همراهان جی‌ال‌وی‌ز، اگر نیاز به کمک واحد پشتیبانی جی‌ال‌وی‌ز و یا کاستومر سرویس دیگر خدمات شرکت گودلاین دارید، می توانید از سراسر دنیا با نصب اپلیکیشن تلفنی رایگان جیل تاک بدون هزینه با تمامی شماره های شرکت گودلاین تماس بگیرید. برای این کار لطفاً به اپ استور خود مراجعه کرده و اپ جیل تاک را بر روی گوشی تلفن خود نصب کنید و با ما تماس بگیرید. با جی ال باکس 500 HD نه تنها تلویزیون خود رو به یک تلویزیون هوشمند تبدیل می‌کنید، بلکه فقط با داشتن یک خط اینترنت و بدون نصب دیش ماهواره میتونید از هر کجای دنیا به بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، افغان، ترکی، آذری، کردی، ارمنی و آشوری دسترسی داشته باشید. همچنین میتونید از آرشیو کامل جی ال ویز شامل صدها هزار ساعت فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بهره مند بشید. در ضمن میتونید رادیوهای مورد علاقه خودتون رو از طریق جی ال ویز گوش کنید. جی ال ویزی ها برنامه‌های مورد علاقه شون رو فقط با کیفیت عالی دنبال میکنند. حال که کاربر جی ال تاک هستید، در صورت تمایل می توانید از موجودی خود مقدار دلخواهی را به دوستان دیگری که اپ جی ال تاک دارند منتقل کنید. برای این کار از اینجا گزینه فاند ترانسفر را انتخاب کنید. سپس شماره تلفن شخصی را که می خواهید به او اعتبار بدهید را در اینجا تایپ کنید. مبلغ اعتبار انتقالی مورد نظر را در اینجا بنویسید و سپس گزینه وریفای را انتخاب کنید. پس از تایید شماره نفر مقابل، گزینه ترانسفر را انتخاب کنید. حال این مبلغ از اعتبار شما کاسته شده و به اعتبار نفر مقابل افزوده شده است. جی ال تاک در کنار شما برای ارتباط با عزیزان. خب، همیهنان گرامی، آگهی‌ها رو دیدید و بازگشتیم. در خدمت استاد مشیری هستیم و من پیشنهاد کردم به استاد مشیری، حالا اگر فرصتی داشته باشن، چون من میدونم استاد مشیری واقعا گرفتاری های کاری خیلی دارن راجب کتاب نوشتنشون، راجب مطالعاتشون، که میدونید که من بعضی وقتا میبینم تا ساعت 4 صبح، 3 صبح، 5 صبح استاد مشیری بیدارن. حالا استاد مشیری، من این وقت رو در اختیار شما میذارم که خودتون انتخاب بکنید که در ماه یک بار، دو بار اگر مایل باشید بیاین در برنامه من، هم این برنامه پربارتر بشه، هم راجع به مهمترین مسائل میهنمون، یعنی مسئله شیعه‌گری، مسئله اسلام و مسئله حکومت این جمهوری اسلامی که حالا با چیزایی که پشتش میشه گذاشت، و علاوه بر این خرافاتی که اینا تو جامعه ما سالهاست، شاید من نمیتونم بگم 1400 ساله، ولی از زمانی که از صفویه بوده تا به حال همینطوری، راجع به اینا صحبت بکنیم. مقاومت هایی که در ایران صورت گرفته اینطوری نبوده که همینطوری مردم خواب بودن و اینا هر کاری دلشون خواسته بکنن. حالا خواهش میکنم بحثتون رو ادامه بدیم. بله، من 5 دقیقه برای کربلا و برای عزاداری امام حسین، 4-5 دقیقه در باب این جنبش های قهرامیز که بچه ایران بدانند که ایران همینطور تسلیم نشده، مقاومت بوده.
و در همین همزمان با عرض کنم شعوبیه، ابو مسلم خراسانی رو ما داریم که ابو مسلم خراسانی یکی از چهره های درخشان تاریخ مملکت ماست که با حیله و تزویر کشتن ابو مسلم رو. وقتی ابو مسلم از جانب اولاد عباس مأمور می شود برد به خراسان، میگوید شما هر کسی رو اونجا میبینید بکشید و بیرون کنید، چون اونا رو نمایندگان بنی امیه میدونستن، حالا بنی عباس میخوان بیان. و ابو مسلم میاد و در واقع عرض شد که اون لشکرهایی که از در واقع انتقام میگیره، ابو مسلم انتقام قادسیه رو گرفته، یعنی تمام اینا رو به بهانه این که اینها نمایندگان بنی امیه هستن و دولت سقوط کرده و اینها، یا کشتن یا بیرون کردن از ایران و اینا، داستانش درازه. و بعد خود اینها ابو مسلم نقشه براندازی اینها رو داشته، اما با حیله و که خیلی خیلی داستان دراماتیک و یک تراژدی بزرگی است کشتن ابو مسلم. ابو مسلم رو کشتن و بعد از او در واقع المقنع رو داریم. المقنع یعنی در واقع نقابدار بود و یکی از سرهنگان ابو مسلم بود. اون مدت ها مبارزه کرد، لشکرهای گران فرستادن به جنگش. و بعد ما یعقوب لیس رو داریم و بعد عمرو لیس رو داریم، استاسیس رو داشتیم، خیلی کسان دیگر که الان جای نیست. اینا با شمشیر ایستادن مقابل اعراب. و بعد هم میخوام خدمت شما بگم که در دوره دیلمیان اساسا خلیفه رو عرض کنم که دیلمیان معلوم میکردن، اما اینها رو نگه داشته بودن برای مشروعیت دینی. گرفتاری ما اینه، یعنی که مثلا از رو دوله دیلم میرفت، خلیفه اصلا کسی نبود در مقابلش، میناختش کنار یکی دیگه میذاشت جاش. اما این مشروعیت دینی ما، گرفتاری ما در این بوده، به یه مو بند بوده و اون محکم بوده و نگه داشتن ایناست که ما مشروعیت حکومت داشته باشیم. یعنی حتی یعقوب وقتی میاد به نشابور میگوین که این حکم خلیفه نداره. یعقوب میگه که حکم منو بیاری به اینا نشون بدید. یک قطعی است که خون در رگهای انسان به جوش میاد وقتی که سینی بزرگی آوردن، گفت من الان حکممو به شما نشون میدم. بر روش به چیز ابریشم دخته دست که از زیر یک شمشیر آبدار از چیز بیرون خلاف بیرون کشید، گفت حکم من این شمشیره. این طور بودن دلاوران ایرانی در اون روزگار در مبارزه با اینها. حالا بعد ترکای آسیا مرکزی آمدن و اینها، داستان به گونه دیگر شد. خیلی خیلی بحث مفصل و طولانی است، وقت برنامه رو من نمیگیرم چون موضوع کربلا و عرض کنم که موضوع محرم و این هاست. من بلندگو رو میدم خدمت دوست گرامی آقای فرجی. استاد منشیری، اتفاقا این بحث بسیار جالبیه و من همونطور که خدمتون گفتم، اگر اجازه میدین این فرصتی باشه که شما در زم ماهی یک بار، ماهی دو بار، ماهی هر خدمتتون هستم آقای فرجی عزیزم. خیلی من دوست دارم خدمت شما باشم، هر فرصتی به دست اومد من خدمتتون زنگ میزنم میام خدمت. بسیار خوب آقای مشیر، رو صحبت میکنیم راجع به کربلا و بله. این آیا این واقعیت‌های تاریخی داره واقعا و این شاخ و برگ‌هایی که این ملاها اضافه کردن براش برای اینکه این دکانشون پر رونق‌تر باشه، راجع به این مسئله کربلا میخواستم. بله قبلا صحبت کردم، حالا میگم. ببینید داستان بازی قدرت بوده آقای فرجی، برای دین نبوده. کدوم دین؟ دینی نمانده بود که اینا، بازی قدرت بوده. بنی امیه بوده و اولاد ابو طالب، معاویه بوده با علی، یزید بوده، حسن و حسین. و بعد این در واقع این دشمنی قبیلگی بر سر قدرت از روزگار محمد شروع شده بود. ابو سفیان آخرین کسی بوده که مسلمان شده و وقتی که آمدن اینها و علی آمد به خلافت رسید، بر نمی تافت که معاویه که بزرگترین سیاستمدار تاریخ عرب، این معاویه بوده، در حالی که علی نه سیاستمدار که نبود، هیچی مایه شر و آدم کشی و مسلمان کشی بود، آدم ایدئولوژی بود، اصلا سیاسی نبود، هیچ گونه لیاقت سیاسی علی نداشته و محمد هیچ مأموریت مهمی به همین دلیل بهش نمیداد، گفت علی هر جا بره شر به پا میکنه. باری این آقا آمده، خلاصه میکنم من که حالا خلیفه شده، یه ده به این راه دادن. معاویه هم از زمان عمر در شام اونجا حاکمه و عادت عمر این بود که ماهی یک بار یک نفر میفرستاد در کوچه ها جار بزنن، ایها الناس، هر کس از دست این حاکم شکایتی داره یا ظلمی به اون شده بیاد و در مسجد
هیچ که نمی آمد چون همه از معاویه راضی بودند. اینا تاریخ رو وارونه جلوه میده. تاریخ شیعه، شیعه یعنی ملای شیعه، جز دروغ، جز دروغ هیچی در بساط نداره. باری این شمشیر کشیده و رفته بجنگ. سه جنگ علی کرده، هر سه مسلمان کشی بوده، در حالی که قبل از اصلا مسلمان کشی سابقه نداشته. یکی جنگ عرض کنم که جمل بوده که که در واقع عایشه همسر محمد لشکر کشیده و علی آمده با زن محمد جنگ کنه، جنگ کردن، 30,000 نفر اونجا کشته. بعدم که رفته به جنگ معاویه، هرچند خردمندان آدمای مثل ابن عباس، کسانی که سیاست میفهمیدن و قضایا رو درک میکردن، آقا نکن این کار رو، شما این مسلمانی به کشتن میده. گفت نخیر، من باید برم جنگ کنه معاویه رو چیز کنه. خلاصه جنگ میکنه، شکست میخوره، ماجرا به حکمیت میرسه. اینا داستان خیلی معروفی است. و علی شکست میخوره و بعد هم عرض کنم که دوباره لشکر میکشه، علی رغم قولی که داده بود که حکمیت رو بپذیره، لشکر میکشه. بعد خوارج جدا شده بودن از این که اگر تو خلیفه خدا بودی نمیبایستی به حکمیت تن در میدادی، و یه 4,000 نفری بودن، ریخ سر اینا، این 4,000 نفر هم کشت. مسلمانان پاکیزه‌ای بودن این خوارج، صبح تا شب، شب تا صبح اینا قرآن میخواندن و اینها، رد همه اینا رو کشت و یکی از اینا آمد او رو کشت. و بعد هم به جای معاویه پسرش یزید آمد. بله، یزید آمد. خیلی خوب، معاویه وقتی که میخواد بمیره میگه پسرم، من برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردم و برای تو از همه بیعت گرفتم به جز 3-4 نفر. یکی پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر، که بر مکه گرفته بود، اونجا حکومت اجرا درست کرده بود. یکی پسر عمر هست، گفت عبدالله ابن عمر. یکی حسین هست و عرض میکنم که گفت که اینها، یکی پسر ابوبکر، محمد ابن ابوبکر، گفت اینا با تو بیعت نکردن، شما با سیاست اینا رو نگهداری کن. و این حسین که ابن عم ماست، پسر عم ماست، گاهی وقتا بهش برسه پولی، بهش بده سید بره دنبال کارش، از این نترس. از پسر ابوبکر هم نترس، چون اهل لهوه، از اون نترس. شما اون پسر عمر هم در واقع عبدالله، نه عبیدالله، عبدالله ابن عمر، گفت یه اهل زهد و نماز، اونم کاری بهت نده، از پسر زبیر ولی بترس. باری یزید پدر میمیره و مینشینه به جاش، و بعد میاد و آدم میفرسته در مدینه که حسین اونجا زندگی میکرده. اینا اصل تاریخ ماجراست که من عرض میکنم، اونجا که از حسین بیعت بگیره. حسین عرض شد که میاد پیش حاکم، 30-40 نفر با خودش میاره دم در که اگر که سر من ریختن اینا، شما بیان دفاع کنید. میگن آقا فرمان خلیفه است، شما بیعت کنید. میگه که ما 4-5 نفری اونا رو بیارید تا منم عرض کنم که بیعت کن. این عبدالکریم سروش. میگن آقا شما دانشگاه ها رو تصفیه کردین، استادا رو بیرون کردین، چرا این کار کردین؟ توضیح بدین. میگه ما 10 نفر بیاریم، اون 10 نفر هم بیارین تا ما جواب بدیم. آقا پیدا سابقه داره این کار. میگه بعد فرار میکنه حسین، شب فرار میکنه، میره به مکه. و در اونجا عبدالله ابن زبیر که حاکم بوده دلش نمیخواست حسین اینجا باشه، اینه هی تشویقش کردن که آقا شما رو خبره. یه دم از کوفه که از خود ما ایرانیان هم حتما بوده اونجا قاطی، اینا نامه نوشتن آقا بیا کودتا کنیم، شما بیا اینجا کودتا کن، ما پشت تا هستیم و اینا. به پسر ابن عمش رو میفرسته عرض کنم که اونجا مسلم ابن عقیل، این که بره اونجا براش بیعت بگیره و امضا بگیره و اینا. و بعد این عجله میکنه، آدم نادانی بود. ببینید بین پسران علی کسی که دارای لیاقت بود محمد ابن حنفیه بود. این امام حسین علیه السلام هیچ گونه نه لیاقت سیاسی داشت، نه لیاقت جنگی داشت. حسن که مطلقاً لیاقت هیچی نداشت جز زن سیغه کردن، که به علی میگه باید یک نفر میاد در مسجد، یا علی من دخترم میخواد، گفت آقا این مطلقه ندیم بهش. علی گفت من در مشاوره خیانت نمی کنم، این پسر من مطلقه، یعنی بسیار طلاق دهنده، یعنی زن امروز میگیره فردا طلاق میگیره. میگم 500 تا زن گرفته و طلاق داده بود، هیچ گونه لیاقت سیاسی داشت، نه لیاقت روحانی داشت، نه لیاقت دینی داشت، هیچ لیاقتی نداشت این حسن.
امام حسین هم همینطور بود، یک حدیث از حسین لغو نشده. توجه کردید؟ این آقا راه افتاد، راه افتاد اومد میدان کربلا که بره چکار کنه؟ حق پدرش رو بگیره، در حالی که امام حسین هیچ حقی نداشت به خلافت. آقای فرج، چون در عرب قانون همواره بر این بوده که صدارت و بزرگی اینها میرسه به پسر اول، یعنی وقتی کسی که خلیفه است یا نمیدونم چیز ریاستی داره هر چی داره میرسه پسر بزرگی، پسر اولش، پسر دومه چیز نمیرسه. نامه ها هست بین ابو جعفر منصور و اولاد حسن در عینن در تاریخ طبری ذکر شده که می نویسه آقا این حسین حقی نداشت. حسن آمد وقتی که خلیفه شد، برادر بزرگ حسین، خب حسن بود، آمد یه عده بهش چیز کردن، دست دادن که ما بریم انتقام پدرت از معاویه بگیریم و اینها، یه لشکری درست کرد، آمد در عرض شود که همین مدائن ما در کاخ ابیض، یعنی در کاخ سفید اونجا نشست و گفت معاویه، معاویه نوشت آقا چی میخوای از من؟ تو اینو من بارها گفتم، میگه آقا من جنگ نمیخوام، من میخوام شما 3-4 تا چیز به من بدی، مال من باشه. یکی اون چه در خزانه مسلمین هست و الان در کوفه هست، چون میدونی از مدینه منتقل کرد علی پایتختشو به کوفه، اینا مال من. طبری میگوید در این بیت المال 6000 درهم، یعنی 6,000,000 درهم، یعنی 6,000,000 سکه نقره بود، گفت من میخوام همشو برای خودم بردارم. دو، گفت من میخوام که تو به پدرم لعنت نکنی، چون سنت شده بود، یعنی در همون طول جنگ صفین علی به معاویه و عمرواس و اینا لعنت میکرد وقتی من بودر تموم میشه، و از اون طرف معاویه هم به علی و مالک هشتر نلعنت میکرد. میگه دو، به پدرم لعنت نکنی، و سه، شهر دارابگرد در استان شیراز مالیاتش بده به من. معاویه هم امضا میکنه میفرسته، این میره خدمت معاویه، دست معاویه رو میبوسه و خلافت رو میفروشه. دیگه حسین حقی نداشت که بخواد حتی را بیفته و بخواد خلافت رو بگیره، چون حقش رو فروخته بودن، حق علی رو پسر بزرگش فروخته بود. این آمد در کربلا که حالا وقت هم نداریم دیگه، 2 دقیقه بیشتر نیست، در کربلا و عرض کنم که اونجا کشته شد. این آدم فرستادن، نه امر الهی در کار بود، نه امر دین در کار بود، اینا رقابت دو پسر عمو بود که منجر شد به کشته شدن حسین، و این اسباب دست این آخوندهای شیعه شد. خمینی میگه هرچه داریم از محرم و صفره، بزرگترین نمادهای آخوند شیعه همین هلهله را انداختن و به سر کوفتن ایناست که آخوندیست را زنده نگه داشته، و به همین دلیل هم هست که میگن حتما باید باشه. و من میترسم که اگر هموطنان ما شرکت بکنن، هزاران نفر بمیرن از این بیماری، چون وقتی تجمع کنن در مساجد یا تجمع کنن در خیابانها، خب اینا نفسشون به هم آمیخته. هموطنان خیلی مواظب باشن، یک کار بسیار خطرناکی است که شما شرکت کنید و در مسجد برید یا برید سینه زنی، این برای شما بیماری و مرگ به دنبال داره. بسیار بسیار و ما این الان مناسک نازی هاست، ما بسی از این مناسک دشمنان دوری گزینیم، مساجد رو پر نکنیم، بارین این دستجات نشیم، دیگه چه بلایی باید باشه روی کره زمین که به روز ما نیاورده باشن؟ یه عکس العملی، یک چیزی. وقت نیست که تمام شد آقای فرجی گرام. خیلی سپاسگزارم استاد مشیری، بسیار بحث خوبی بود، بحث جالبی بود. من حالا باهاتون تماس دارم دیگه مرتب. باش عزیزم، خیلی خیلی خوشحال شدم آقای فرجی گرامی. بسیار خوشحال میشم که شما وقت بذاریم بیایم راجع به این سرداران و دلیران ایرانی که در برابر این تازیان و در برابر مغولان و در برابر این متجاوزین در تاریخ ایران ایستادگی کردن صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم استاد باشم. فرصتی باشه خدمتتون باشم. از امیر گرامی هم سپاسگزارم. خوشحال شدم از دیدن تو حسین جان. و بسیار خوشحالم خدمت هموطنان بودم. دیگه با شما خداحافظی میکنیم. شب و روز هموطنان بخیر. روز شما بخیر. خداحافظ شما. خب همینانون گرامی، به همین جام برنامه امروز من به پایان رسید. برنامه بسیار جالبی بود. سپاس فراوان دارم از امیر شهرتی نازنین کارگردان برنامه، از شما نازنینان که به این برنامه توجه کردید، از ستار دلدار عزیزم که ما
با مونا در قسمتی از این برنامه اسپانسر من بودن. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.